این ویدیو عزیزان مال کساییه که عنوان میکنن که ما ارتباط برقرار میکنیم، عبادت میکنیم، حرف میزنیم، همه کاری میکنیم ولی تقاضاهامون جواب داده نمیشه. این جلال الدین این رو خیلی قشنگ توضیح میده که چه کار باید بکنیم که در چه موقعیتی باشیم که جوابامون بیاد از طرف خداوند و از طرف زندگی و هستی. قبلا یه شعر براتون خونده بودم از حافظ که میگه پاسبان حرم دل شدم شب همه شب تا در این خانه جز اندیشه او نگذارم. باید ورودی ها رو به اطلاعاتی که حس ها میارند ببندیم، پاسبانی کنیم تا بتونیم صدای خداوند رو بشنویم. جلال الدین هم اینو قشنگ توضیح میده. ولی قبل از اینکه اونو بگم میخوام ازتون خواهش کنم توی چارزانو یا هر شکلی که راحت میتونید بشینید، طوری که پشتتون صاف 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 باشه بشینید و نفس‌های هماهنگ بگیرید. نفستونم شکمی باشه راحت، اصلا نفس عادیتون دیگه شکمی باشه. دم بگیرید، با دم شکمتون میاد جلو و با بازدم شکم میره تو و هوا خارج میشه. دم و بازدم رو انجام بدید. من براتون میگم که جلال الدین هم همون حرف حافظ رو میزنه، میگه ما 5 تا حس ظاهری داریم: شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و حس لامسه. ولی 5 تا حس لطیف درونی داریم، همین 5 تا. وقتی که ورودی رو به این 5 تا ظاهری ها میبندیم توی موقعیت مدیتیشن، سکوت، تنفس، اون وقت اون حسه باطنی خودش شکفته میشه و ما میتونیم عطری از عالم بالا بشنویم. میتونیم نسیم که عبور میکنه روی پوستمون بگیریمش. میتونیم چشممون با اینکه بسته است انوار الهی رو ببینه. گوشمون با اینکه ورودی رو بستیم و توی سکوت نشستیم ولی صدای جان و موسیقی جان رو میشنوه. در نتیجه این 5 تا حس رو اگر ببندیم اون 5 تا حس باز میشه. جلال الدین اینطوری میگه، میگه پنبه اندر گوش حس دون کنید. 5 تا حس ظاهریمون که اطلاعات رو وارد میکنه اینجوری ما رو به هم ریخته و آشفته کرده. میگه اینا رو باید ببندید. به این حسای ظاهری موقعی که داریم کارهای معمولی میکنیم احتیاج داریم، بازن و داریم اطلاعات رو پروسس میکنیم و زندگی میکنیم. ولی اگر میخوایم صدای خداوند رو بشنویم، عطر باغ بهشت رو به شاممون بخوره، باید تو مدیتیتیو استیت مثل الان شما نشسته و با نفسها بمونیم تا بشه. بنابراین این حسا رو میگه حس دونن، حس پایینن. پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. چشاتونو ببندید. پنبه آن گوش سر گوش سر است. اگر راز نمیشنویم به خاطر اینکه این گوش بازه. بنابراین اگه میخواییم گوش سرمون باز باشه تا صدای خداوند رو بشنویم باید اینو ببندیم، تو سکوت بنشینیم. پنبه آن گوش سر گوش سر است تا نگردد این کر آن باطن کر است. اونا حسای باطنی ما هستن. بی حس و بی هوش و بی فکرت شوید. وقتی که سکوت میکنیم
حسا رو بستیم. هوش منظورش اطلاعاتی که از بیرون میاد، اونم بستیم. فکرم ساکت کردیم با نفسها تو مدیتیشن. بی حس و بی هوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. حضرت حق، زندگی، خداوند، آفریدگار، طبیعت دائما سیگنال میفرسته که برگرد. بیرون خیلی مشغول زندگی بیرون شدی. تا زمانی که تو زندگی شلوغ بیرونی، ارتباطت با من قطعه. بنابراین برگرد، بی حس و بی هوش و بی فکرت شوی تا خطاب ارجعی را بشنوی. گفتگوی ظاهر آمد در غبار. این همه زندگی ما تو زندگی ظاهری همش غباره. مدتی خاموش خو کن، گوش دار، گوش را بربند، بانگه گوش دار، هوش را بگذار، بانگه هوش دار. در موقعیت سکوت باشیم تا بتونیم ارتباط برقرار کنیم. حالا میخوام ازتون خواهش کنم دم و بازدم آهنگینتون رو ادامه بدید و تو موقعیت سکوت نفس ها هماهنگ و همنوا گوش بدید. اطلاعاتی که الان داره میاد اطلاعات خارجیه، صدای فردوسه، زمزمه پنکست، یا دورور شما یه صدای دیگه میاد، اونا رو خاموش میکنی، در سکوت مینشینی. مدتی در سکوت میشینیم تا بتونیم صدای الهی رو بشنویم، ارتباط خداوند رو با ما بشنویم. تنها در موقعیت سکوت که متوجه میشید فکر میاد و نمیذاره. حسا میاد، درد، پام خوابی، گردنم خوش شد، اینا همش میاد، ولی صبور باشید، عبور میکنید، مطمئن باشید. مدتی در این حال و هوا بمانید و با اتفاقاتی که توی ذهنتون میفته آگاه باشید که ذهن همیشه دلش میخواد سالهایی که شما به عقل رسیدید همه شلوغ بوده. حالا شما میخواید به حس به ذهن بگید ساکت. خب معلومه که عادت کرده، نمیتونه. صبور باشید، بهش بگید من با تو صبوری میکنم، تو با من را بیا، من میخوام صدای زندگی رو بشنوم، من میخوام صدای هستی رو بشنوم، من میخوام صدای کائنات رو بشنوم. در این سکوت زیبا بمانید و تجربه کنید. ورودی ها رو بستید، حسای باطنی شروع به کار کرد، انوار میبینید، ممکنه عطر بشنوید.
ممکنه بدون دلیل نسیمی بوزه و جانتون رو نوازش کنه. اینا حسای درونیه. من الان خودم رو در موقعیتی قرار دادم که خالیم، زلالم، شفافم، بعد تمام توقعم رو به صفر رسوندم که هیچ چیز نمیخوام، فقط میخوام سکوت رو تجربه کنم و هیچ رو تجربه کنم. با نفساتون بمونید و ادامه بدید. من قطع میکنم، شما میتونید ادامه بدید. برقرار باشید.